درستی والا نموشه مراشا غیلت یعقوب نسبایی سفیرت عامر به هر زبونیه که شخص متوجه میشه، حتی به زبون عبری یه نفر بشماره به خط خلال لازمه که متوجه بشه عددی که داره میشماره. اگه داره به عبری میشماره ولی متوجه نمیشه، زبون عبری متوجه نیست چه عددی هستش، از انجام وظیفه خارج نشده. یعنی فکر نکنیم که ما یه متنی هست داریم میخونیم و عبریش که بخونیم قابل قبوله، باید حتما شخص متوجه بشه. بخاطر همین باید بعدش بشمارن به فارسی یا هر شخصی به هر زبونی بعدش بشماره که براش مشخص باشه شب چندومه. و چون که اصل مصرعی سفیرت عامر اینه که آدم متوجه بشه و بدونه که شب چندم عمر هستش که داره میشماره. در مورده ای که این مصرعی که بیزمنزه در ربانانه، در این زمان که ما قربانی عمر نداریم از ربانانه، ولی برجه تو براخا میگیم وسیوانو، خدایی که به ما دستور داد. سواله که چجوری ما تو براخا میگیم وسیوانو، خود هشم که ما دستور نداده، میگیم اشق الوکن و ملخ اولام، تو خدایی هستی که ما دستور دادی. هشم ما دستور نداده، چون در این زمان میسوای شمارش عمر که قربانی عمر نداریم از خخامیمه. ولی خب چون که تو تورا گفته و شمر تا لحظات که خل اشر یروخا، تو خود تورا گفته نگه دار و انجام بده هر چی که بهت خخامیم فتوا میدن. یعنی مثل که خود عقدش بارخو اینجا به ما دستور داده، چون خود هشم تو تورا گفته لو تصور می ندوار اشر یگی دولخای یامین اسمول، دور نشو راست تو چپ از چیزی که خخامیم بهت اطلاع میدن. پس در نتیجه خود هشم گفته که دستور خخامیم اجرا کنیم و دستورات خخامیم ما میتونیم بگیم و سیوانو، خدایا تو خود دستور دادیم. مثل براخای شمع شعبات، شمع خنوکا، براخای مگیلا که میگیم، اینا با وجود که از خخامیم ولی تو متنش و سیوانو هست، چون خود هشم دستور داده که به حرف خخامیم گوش بدیم. براخای سفیرت عامر شیخ یانو نداره. خب چرا؟ مگه میسوایی نیست که از سال به سال میاد؟ میسوایی که از سال به سال دیگه میاد مثلا براخای شفار کلن معدا هستش، اینا شیخ یانو ما میگیم. چجوریه که سفیرت عامر شیخ یانو نداره؟ به خاطر که سفیرت عامر یاد بوده به تعمیق داشت تعیین شده و ضمناً براخای شیخ یانو رو میسوایی که به دیبور وابسته هستش، یعنی میسوایی که کلامیه، با کلام داریم یه میسوایی انجام میدیم، رو اینا تعیین نشده. میسوایی که فقط اجراش به یه کلامی وابسته هستش، مثلا اگه رو سیسید شیانو میگیم یه لباس داریم میپوشیم، اگه روی میوه هستش داریم میوه جدیدی میخوریم، ولی میسوایی که فقط با یه دیبوری انجام میشه، با یه کلام انجام میشه، براخای شیخ یانو در موردش تعیین نشده. یه کسی که تو زندان هستش تو ایام سفیرت عامر، یه محیطی هستش که کثیفه، نمیتونه براخای سفیرت عامر بگه، خب میتونه که بدون براخا بشماره. باوش که یه میسوایی داره اجرا میکنه و درست نیستش که جای کثیف انجام بده، ولی به عجرت به خاطر که میسوا کاملا از دست نده، وقتی از زندان اومد بیرون میتونه بدون براخا اونجا بشماره و بعدش هم که حالا آزاد شد از اون موقعیتی که هستش میتونه با براخا ادامه بده، چون که هیچ شبی نبوده که نخواد بشماره، یا اگه شب یادش رفته روزش شمارش داشته. پس این میسوا از دست براش نرفته، میتونه بعدن ادامه بده. در مورد زنها قانونش اینه که زنها از میسوای سفیرت عامر معافن، چون که زمان معین داره. میسوای سفیرت عامر زمان معین داره، هر میسوای عمری که زمان معین داشته باشه زنها معافن. اگه بخوان میتونن بدون براخا سفیرت عامر بشمارن، ولی براخا که اجازه ندارن بگن و بر طبق قبالا میگن خوبه که زنها نشمارن، اصلا عمر رو نشمارن، حتی بدون براخا هم نشمارن و اصلا تو شمارش عمر شرکت نکنن. البته خب میان گوش میدن، آمین، جواب آمین میدن، ولی خب بر طبق قبالا شمارش عمر انجام ندن. میسپایی که بچه ها رو تربیت کنن، عمر بشمارن هر روز، بعد تربیتشون کنن که با براخا بشمارن. در مورد یه شخص بزرگ بالای 13 سال اگر یک شب نشماره یا اشتباه بشماره، روزش هم درست نکنه، نشماره درست نگه، دیگه از شب بعد براخا رو از دست داده. ولی بچه کوچیک چون از جنبه تربیته، یادش بره یه شبی بشماره و روزش هم نشماره، اجازه داره هنوز با براخا بشماره، چون بچه از جنبه خینوخه، از جنبه تربیته. پای عادتش بدیم که هر سال وقتی بزرگ شد
سفرت عامر یاد بگیره شمارش عمر انجام بده. بنابراین برای بچه کوچکی قانون وجود نداره، حتی اگه یه شب نشماره و روزش هم به همین صورت شمارش نداشته باشه، سفرت عامر نشماره، هنوز میتونه تو حالتی که یه شب و یه روز نشماره هنوز میتونه که با برخا بشماره. ولی یه بحثی هستش که یه قاتانی تو ایام سفرت عامر برمیسوا بشه، ما میگیم که او شمارشی که تا حالا داشته از جنبه تربیت بوده، از جنبه وظیفه نبوده. پس در نتیجه از این به بعد دیگه بدون برخا باید بشماره، به خاطری که تا حالا که میشمرده از جنبه تربیت بوده، از جنبه وظیفه نبوده. میسوای سفرت عامر یه مجموعه 49 روزن. اگه ما یه بخشش ناقص کنیم، نشماریم، یه روز نشماریم، از دست دادیم. این بچه هم تا حالا که میشمرده درسته میشمرده، ولی خب از جنبه وظیفه‌ای نبوده، تربیتی بوده. در نتیجه الان مثل این که تازه وسط عمر موظف شده و بنابراین از این به بعد باید بدونه برخوا بشماره. دیگه خنگا بنقش عمر.